حالا میگه خود شما به انتشار اخبار ببینیم حرکت کتلر این سمت این منطقه لاک یعنی قفله حرکت هست ولی قفله سه کنیم یک دم میشکنه هم که شکست بدیدم بشکست این بشکست هم که شکست سونمی ایجاد میکنه کتلر تکان میده باعث انتشار ناش میشه حالا وقت برج انتشار پیدا کرد ما چهار قسم موج داریم یک موج پرایمری ویو یا پریشور ویو میگن موج پرایمری به خاطر میگم که اولین موجی که حرکت میکنه موج اولیه سرعت از او از تمام امواج بیشتره وقتی که حرکت میکنه اسپرینگ شما در نظر بگیریم فشار دیم فنر رو یلک کنیم فشار دیم فنر رو یلک کنیم تمام سنگار تحت یک همیت یک نیروی فشار میده اینه میکنه به همین خاطر اگه شما متوجه شده باشیم من فکر میکنم همه مردم ایران یک تجربه در مورد موج زلزله و انواع زلزله به دست میکنن اولین موجی که میامد ساختمان ها نیتو بکنم دوم دوم صدا میکرد و بعد اون کشتی میشد یاد موج اول موج پرایمریه که سنگار سنگ میف شده یا نمیکنه میف شده یا نمیکنه و اما موج دوم بس تناب بگیریم شما گوز و اصلا یاد کنیم ایتو بجم متوجه شده؟ بنابراین این موج دومه و موج بعدی موجیه که به سطح زمین میرسه موجی که به سطح زمین میرسه ترکیب از دو تا موجیه که مؤلفه افقی داره و عمودی داره ساختمان رو ریالت نگاه میده که شدیدترین نوعه و بیشترین خسارات رو میتونه وارد کنه سرعت موج در اجار راسبه که رسوبی باشه ساعت خاک و بلد فرمای صاف احوال باشه 4 کیلومتر بر سیکن و سرعت موج در ساعتی که سخت و شکلند و اجار مستحکم باشه 4 کیلومتر در ثانیه مثلا در ساعت مرکزی و شمال شرقی و شرقی افغانستان ساعت پیستنیه این سرعت بالای بیشترین اثر میگذاره و در پلتفرمای مثل هرات و ساعت جنوب افغانستان و دشت بلگو و این سمتا فرا و نیمروز ساعت هموار پلتفرمای رسولیه سرعت باش کمتره و بعضی موجها در آب جذب میشه مثلا اگر انتشار موج زندجان در ساعت نفت تیرپول برخورد کرده باشه و نفت تیرپول که به زیر زمین پهنه ساعت وسیعی که نفت داره اونجا خونسا میشه وزن موش ها بالای منطقه تیرپول شاید ما شاید زلزله های خوش نبری موش پی نبوده باشه خب تیر کنیم خب زلزله باشه یکی هم زلزله هایی که نظر به عمقه زلزله های عمیق 300 تا 700 کیلومتر عمقه شدیدترین زلزله های چون اصلا برخورد از اون برخورد و پلت های کلان زلزله های دیگه ای که از 70 تا 300 کیلومتر در عمق متوسط زلزله های کم عمق زیر 70 زلزله اخیر زندجان که 10 کیلومتر بود جز زلزله های کم عمق در همون محدوده خرد زلزله ایجاد میکنه ولی در همون زلزله شدیدترین تکان را داره زلزله هایی که عمیق میره چون گفتن تحت 105 درجه میآید منطقه وسیع در بر میگیره و زلزله های شدید کم عمق طول میکشه چون بره. یکی از دلایل اینه که زلزله های کم عمق بیشترین خسارات ایجاد میکنه هم موج کلید میشه به سطح زمین میرسه وقت پیدا نمیکنه خود خود موج تخلیه کنه هرچه عمیق باشه هی موج میه علاوه طبقات مختلف سنگا از لابلای ساعات نفخی آبی دیگه دیگه تیر میشه قسمت جذب میشه قسمت دفع میشه کاهش پیدا میکنه به سطح زمین با کلیدترین خسارات میرسه سه چهار مورد زلزله های ویرانگر اخیر دنیا و زلزله که در افغانستان در مشتقی شد سال 1401 و امسال که در هرات و زندجان شد اینا زلزله های جز زلزله هایی که در عمق 30 کیلومتر 10 کیلومتر 15 کیلومتر بوده برای همون ناحیه خطرناک